اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المكرمين المعصومين ولا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. روز 19 ماه مبارک رمضان و روزی که در سحرگاه اون روز حادثه غمبار و بزرگی اتفاق افتاد و نتیجه جهل یک گروهی خشک مغز باعث شد که انسانی آسمانی از دست بشریت خارج شود. اون کسی که در شأن او گفته شده، بزرگان و دانشمندان گفتن ای کاش دست طبیعت و مادر طبیعت تمام قدرت خودش رو جمع می کرد و موجود دیگری، انسان دیگری مانند علی رو به عالم عرضه می کرد. این اتفاق در امروز سحرگاه رخ داد و فرق عدالت مجسم منشق شد. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه محبین، دوستداران و شیعان امیر مؤمنان. برای همه شما اجر فراوان از پروردگار متعال در قبال تحمل این مصیبت خواستار هستند. قلواجه صلوات رو به پیشگاه نورانی آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه هدیه بفرمایید، بعد مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. صلوات نه بفرمایید. دو تا مسئله رو قبل از اینکه در واقع دو تا نکته رو قبل از اینکه بحثم رو شروع بکنم خدمت شما تذکر بدم. یکی مسئله سوم خرداد، سال روز عملیات غرورآفرین بیت المقدس و آزادی خرمشهر عزیز بود. خب چون دیروز ما خدمت شما نبودیم، جمعه بود، امروز گفتم که دور از انصافه که ما یادی از نماد مقاومت ملت ایران نکنیم و سال روز پیروزی غرورآفرین خرمشهر عزیز رو عرض تبریک نداشته باشیم و گرامی بداریم. واقعا همه ما وظیفه داریم گرامی بداریم یاد و خاطره اونهایی که ایثار کردن، جانشون رو دادن، قطع عضو شدن، جانباز شدن، ایثار کردن تا خاک ما که به منزله ناموس ماست حفظ بشه و یک وجب از خاک ما در اختیار دشمن نماند. حالا چون فرصت نیست من مفصل صحبت کنم، فقط میخواستم یادآوری بکنم و توجه داشته باشیم که با مقاومت، با ایثار، با مردانگی، با غیرت هست که میشود بر دشمن و بر بزرگترین دشمنان و بر خطرناکترین دشمنی ها فائق آمد.
شما اینو دیدید. شما الحمدلله خیلیاتون در بیت المقدس حضور داشتید، از نزدیک شاهد بودید. اون چیزی که ما رو پیروز کرد ایمان بود، تقوا بود، مقاومت بود. به حمدالله این قضیه پیروزی در بیت المقدس، عملیات بیت المقدس، نماد مقاومت ملت ایران هست و ما می توانیم این رو در جاهای دیگر، در میدانهای دیگر، از جمله در این میدان جنگ اقتصادی جدید هم به کار ببریم و پشت دشمن رو به خاک بمالیم، چنان که رهبر معظم ما چند روز پیش در اون گفتگوی خیلی صمیمی و با صفایی که با دانشجویان داشت فرمود شما نابودی رژیم طاغوتی و دیکتاتوری آمریکایی رو خواهید دید. و میدونید هر موقع این بزرگوار و همچنین قبلش امام چیزی رو پیش بینی کردن به زودی محقق شد. این یک مسئله که حواسمون باشه. دومین مسئله هم یاوه‌گویی مکرر در مکرر آقای رئیس جمهور امریکا ترامپ ملعون بود که خودش در تبلیغات انتخاباتی خودش اظهار کرد و صراحتاً گفت که داعش تروریست رو ما درست کردیم. جدیداً در جدیدترین یاوه سرایی خودش ملت ایران را برای چندمین بار به تروریست بودن توصیف کرد، گفت ملت ایران یک ملت تروریستن. چرا؟ علتش اینه ها، علتش اینه که مقاومت شما اثر خودشو گذاشته. بله ما سختی داریم تحمل میکنیم، واقعا با سیلی داریم صورت خودمونو سرخ میکنیم، ولیکن عزیزان، برادران و خواهران گرامی، این مقاومت شما اثر خودشو گذاشته. یه نفر گفته بود که من میدونم که کجاش میسوزه. خودت تروریستو درست کردی، خودت داری در افغانستان ترور میکنی، خودت هر جای دنیا ترور هست، کشتار هست، تو هستی. ما شیعیان علی هستیم. امیر المومنین سلام الله علیه به فرزندان خودش و به همه ما وصیت فرمود، فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، همیشه دشمن ظلم و ظالم باشید، همیشه دشمن مظلوم و بیچاره باشید. خب الحمدلله ما بر این مبنا داریم عمل میکنیم. بله خب سیاست های تروریستی آمریکا رو شما نذاشتید محقق بشه، مقاومت ما نگذاشته محقق بشه، خاورمیانه بزرگ میخواست درست کنه نشد، تیرشون به سنگ خورده، حالا شروع کرده یاوه سرایی. خب ما خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله در یک زمانی بودیم سختی تحمل میکنیم. از قدیم گفتن که صبر و ظفر دوستان قدیمن، باید صبر بکنیم، باید مقاومت بکنیم و به حمد الله اون چه که مهمه، بزرگترین دشمن بشریت رو شما دارید به زانو در میارید. در قرآن شریف آمده میگه ان یمسسک قرحون، اگر قرح و سختی به شما رسیده فقط مثل قوم قرحون، اونام سختی دیدن. شما فکر میکنی اونا هیچ مشکل نداشتن؟ میدونی شما چه بلایی به سرش آوردید؟ اگر به شما سختی رسیده و فشارها به شما اثر کرده، زندگی شما رو سخت کرده، شما صد برابر اون به دشمن سختی وارد کردید. در همه جای دنیا اینا خان بودن، ارباب بودن، کت خدا بودن. حتی بعضی از داخلی های ما هم فکر میکردن واقعا اینا کت خدا هن. در حالتی که با این مقاومت ثابت شد و دنیا فهمیده که اینا هیچ کارن و خدا رو به این جهت شاکر هستیم، خدا رو شکر میکنیم و درود و سلام و صلوات میفرستیم به اونهایی که این مسیر رو برای ما روشن کردن، راه رو برای ما باز کردن. حضرت امام رضوان الله علیه در رأس، شهدای عزیز، و امروز هم چشم بیدار امت، مقام معظم رهبری،
این راه رو برای ما باز کردند و روشن کردند و خیلی از حقایق به حمد الله روشن شده. صلوات عنایت بفرمایید. خب وقت ما یه مقدار کم شد، این توضیحات زیاد طول کشید. صحبت ما این بود که ما در زندگی اجتماعی خودمون از محاسن فراوانی برخوردار هستیم که الانم در مقام توضیح و شمارش اون محاسن نیستیم. قصدمون این بود که ما بتوانیم برخی از معایبی را که در زندگی های ما وجود دارد اونها رو اینجا گفتگو بکنیم، تبیین بکنیم و انشاءالله به فکر اصلاح بیفتیم. نکاتی مقدماتی عرض کردیم، قصد کوبیدن نداریم، قصد اصلاحه. و یقیناً بدانید اگر اشکالاتی وجود دارد این اشکالات قابل اصلاحه. یکی از اون مصادیق آسیبهای اجتماعی که در جامعه ما کمابیش وجود دارد، نمیخوایم بگیم 100%، بالاخره گوشه و کنار، گاهی ممکنه از مؤمنین هم بعضی از رفتارهای ناهنجار سر میزنه که البته نیاز به تربیت، نیاز به گوش زد، نیاز به اصلاح و نیاز به اقدام داره. یکی از اون مواردی که امروز میخوایم خدمت عزیزان تشریح بکنیم، حالا وقتم کمه، اون شکاف بین ظاهر و باطن ماست. ما از جمله جوامعی هستیم که میان زبان و ذهن از یک طرف و رفتار و کردار اخلاقی ما شکاف آشکاری وجود داره. حالا یواش یواش این بس باز میشه که یعنی چی؟ یعنی اون چه که ما در ذهنمون گاهی تصور میکنیم، اون چه که در زبانمون اظهار میکنیم، با اون چه که در مقام عمل و در مقام رفتار میکنیم کاملا با هم فرق داره. البته باز برای چندمین بار تأکید میکنم، منظور همه مردم نیستن و منظور همه رفتارهام نیست، ولی پیدا میشه در بین ما، در برخی رفتارهای ما این ویژگی وجود داره. ما در اندیشه خودمون گویی فکرایی میکنیم، به زبان خودمون گاهی چیزایی رو جاری میکنیم، در حالتی که در عمل به اون متعبد نیستیم، مقید نیستیم. یادتون باشه ما در بحث عصرها که خدمت عزیزان بودیم عرض کردیم یکی از ویژگی های رفتاری ائمه ما تقید به دین بود به معنای واقعی، اما گاهی از اوقات میبینیم یه آسیب وجود داره، یعنی بنده چیزی رو در مقام عمل پایبند به اون نیستم. برای اینکه یه مقدار این بحث روشن بشه، تعارفات بیش از حدی که ما در جامعه خودمون داریم از همین بابه. سر خیابون کسی رو میبینه، آقا دلم برای شما خیلی تنگ شده بود، دلم برای تلفن، خانم ها حواساشون باشه، تلفن زنگ میزنه میگه دلم برای صدا تنگ شده بود، یا بعد از تلفن میگه خیلی خوشحال شدم صدا تو شنیدم. یا این مغازه‌دارها هر چیزی رو که میفروشه میگه قابل شما رو نداره، بعضی موقع هم پولم میگیره میذاره تو ده خود، بعد میگه قابل شما رو نداره. چه دروغ میگی؟ چه نیازیه این تعارفات بی خودی؟ یعنی اون چه که تو دلمه که با تمام وجود میخوام پولو بگیرم، دلت اینه دیگه؟ زبانت چیزی میگه که عملتون نمیگه. حالا من آقا من اصلا میگه من امروز پول نیاوردم، جنسو سری میگیره برمیداره میذاره اونجا،
پس این تعارف معناش چی بود؟ در ابراز باورها، در مسائل شغلی، در روابط اجتماعی، ظاهر ما با باطن ما با هم فرق داره. یه جور ظاهرسازی، یه جور ظاهر فریبی متاسفانه در ما بروز داره. مثلا فرض بفرمایید که همین مشکلی که ما داریم، شما عزیزان اهل مطالعه بیشترین لوازم آرایشی در دنیا در کشور ما مصرف میشه. مگر ما چقدر جمعیت داریم؟ درصدی که گرفتن، آماری که گرفتن، بیشترین لوازم آرایشی در ایران مصرف میشه. البته اینم فقط مصرف درستش باشه عیب نداره ها، یعنی اگر در داخل منزل برای محرم خودش استفاده بشه، در مجالس خاص استفاده بشه، هیچ ایرادی نداره، ما که نافی نیستیم. ولی مشکل اینه که این دنباله داره. یعنی چرا یک نفر، شما الان همین مثلا فرض بفرمایید که سیاست مداران زن اروپا رو ببینید، اینا سیاست مدارن، اینا در حد بعضی نخست وزیرن، مثلا فرض بفرمایید صدر اعظم فلان کشوره، حالا اسمشو نبریم، فلان جا اینا بعضی ها وزیر امور خارجن، بعضی ها بالاترن. وقتی در مجالس شرکت میکنن شما نگاه بکنید، خیلی ساده، نام که روسری و چادر که ندارن، فقیرن، پول ندارن، یا اونجا وسایل آرایشی گیر نمیاد اینا بزنن به خودشون. پس چرا یک مورد ما داریم در اجتماع میبینیم که طرف، با اینکه اینم به شما عرض بکنم زنان ایرانی به صورت متوسط جزء زنان زیبای دنیا حساب میشن، نیازی به این حرفام ندارن خیلی، یعنی هی چیزی به خودشون بمالن، خود تمام اینا برمیگرده، ریشیابی وقتی بکنید برمیگرده به این که این میخواد در اجتماع دیگران رو فریب بده. قصد فریب دادن مردم، اگه برای شوهرته که شوهرت تو خونه است، اگر بر این یه مشکلیه واقعا و این آفت رو ما داریم. بعضی ها گفتن که این حالت نفاق که ما در آموزه های دینی خودمون از این حالت تعبیر میکنیم به نفاق، یعنی در دلش چیزیست که در زبان اون جاری نیست، در زبان چیز دیگری خلاف اون چی که در دلش جاریه، اینه ما میگیم نفاق دیگه. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اول سوره مبارکه بقره، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، اول سوره بقره است. میگه وقتی که با مؤمنین روبرو میشن میگن ما با مؤمن هستیم، قالوا آمنا، ما میمان آوردیم، ما رفیق شماییم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، ولی وقتی که با دوستان شیطان صفت خودشون خلوت میکنن، یعنی ما با شما هستیم، یعنی در نزد مؤمنین چیزی رو اظهار میکند که باور نداره. حالا انشالله ما در طول این روایاتی که یادداشت کردیم خدمتتون عرض میکنیم، اظهار محبت کردن بی خودی، کسی رو دوست داره میگه دوستت دارم، عقیده ای رو ندارد میگه دارم، اظهار تدین بی مورد، چه نیازیه؟ همین ظاهر و صلاحی که ما میگیم، یه موقع نه در درون هم باور داره خیلی خوبه، اما یه موقع نه در درون هیچ چیزی رو باور نداره، اما در ظاهر میاد مطلبی رو اظهار میکنه که قبولش نداره. بعضیا گفتن که این قضیه درویی، دو زبانه، مثل دو زمانه که میگن در بعضی از ماشین آلات وجود داره، گاهی انسان دو زبانه است، دو چهره است.
ظاهر و باطنش با هم فرق داشتن، میگن جزء طبیعت انسانه. بعضی خواستان میگن اینجوریه، ولذا میگن هیلگری، ظاهرسازی، ظاهر فریبی از اختصاصات انسانه، اصلا از هنرهای انسانه. به طوری که اگر شما سایر موجودات رو نگاه بکنید، مثلا فلان حیوان رو میگن خیلی هیلگر و مکاره، هیلگری او در برابر هیلگری انسان ها اصلا گاهی به حساب نمیاد. بابا اون نهایتا هیلگری میکنه، یه خروسی رو بالاخره صید میکنه، نهایتش اینه دیگه. در حالتی که اگه این هیلگری در انسان گل بکنه، یک دنیایی رو به فتنه و فساد میکشه، دنیا رو در دام خودش میندازه. بعضی خواستم میگن این طبیعی انسانه. البته ما انشالله در جلسه فردا عرض خواهیم کرد که در ضمن این که این یک هنری است که خدای متعال به عنوان یک موهبت در اختیار ما قرار داده، بله این قدرت رو به ما داده که ما بتونیم چیزهایی رو بگیم که باور نداریم، یعنی ظاهرمون با باطنمون گاهی باید فرق بکنه و این موهبتی است. توضیح میدم چجوری. ولی اگر از حد خودش تجاوز بکنه، برای فریب دیگران باشه، یکی از صفات مذمومه که باید اصلاح بشه. خب روز ضربت خوردن امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، اجازه بدید در حد یکی دو دقیقه یک عرض ارادت و بعد شما رو دعا کنیم. خب میدونید مثل امروزی امیر المؤمنین سلام الله علیه ضربت میخوره و تصمیم میگیرن که امیر المؤمنین رو به منزل ببرن. معروف اینه که وقتی حضرت رو روی یک سریری گذاشتن، یعنی یه چیزی مثل تخت روان، که خب حال حضرت مناسب نبود، و وقتی نزدیک منزل رسید، طبق این نقل تاریخی حضرت فرمود منو بگذارید زمین که خودم با پاهای خودم راه برم. سرش رو ظاهرن جویا شدن، حضرت فرموده باشد که نمیخوام بچه ها یا یکی از فرزندان که بعضی ها گفتن حضرت زینب مرا در این حال ببیند. گرچه در خاک نهان شد بدن خسته تو، کعبه خلق بود خانه در بسته تو، شمسان سوختی و آب شدی دم نزدی، که جان سوخته از گریه آهسته تو. ای گل لبخند تو نگذاشت بدانند که بود یک جهان قصه درونه دل وارسته تو. چه به زهرا گذرد گر بگذارد به جنان، دست بشکسته به پیشانی بشکسته تو. صلی الله علیک یا امیر الم